با عرض سلام، من حمید پویان هستم و چینل افغان پویان خوش آمدید. میدان هوایی استانبول این مرکز هوایی اروپای آینده است. افتتاح آن بزرگترین رویداد در این سال بود. میگهبی که امکانات زیاد را باز میکند امروز و تهداب محکم میگذارد برای انکشاف انتقال هوایی در 10 سال آینده. طول و عرض این فرودگاه از عقل بیرون است. شما به این اعداد گوش کنید. این بزرگترین میدان هوایی در جهان در زیر یک سقف است. مساحت 1,300,000 متر مربع، 52,000 متر مربع مغازه های دیوتی فری، 22,000 متر مربع بیزنس لاونج ها، 500 غرفه راجستر در یک سالون بزرگ که در 13 جزیره که راجستر وصل هستند، 220 غرفه کنترل پاسپورت، 143 آستین های طیاره که 80% پروازها با استفاده از این آستین ها سرویس می شوند، 500 پارکینگ برای هواپیماها. فعلا 90 میلیون مسافر در یک سال، پلان سال بعدی 200 میلیون مسافر در یک سال. 3 خط پرواز پهلو در پهلو همین حالا که تا سال 2025 به 6 خط تبدیل می شود. 460 اتاق مهمانخانه در داخل میدان هوایی. در این میدان 10.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده و پیش بینی شده که در 10 سال اول مفاد این میدان به 22.2 میلیارد دلار می رسد. با ترمینال میدان 143 خط سرویس مسافربری راه داده شده که به 350 شهر وصل هستند. 3500 نفر و 6000 کامره از این میدان محافظت می کنند. این مرکز هوایی در عین زمان می تواند 114 هواپیما را در یک وقت و زمان بپذیرد. بخش کارگو 42 کیلومتر طول دارد که 29,000 بکس را در یک ساعت می تواند انتقال دهد. در این میدان 114 غرفه راجستر سلف سرویس و 51 غرفه راجستر بکس سلف سرویس وجود دارد. بزرگترین میدان هوایی در جهان برای اولین بار در اپریل سال 2019 کار خود را آغاز نمود که از میدان هوایی قبلی اکاترک ترکیش ایروایز در طول 45 ساعت 800 نفر 47,000 تن سامانالات خود را در 700 موتر 40 فوت باربری به میدان هوایی نو انتقال داد. میدان هوایی عظیم استانبول به مهمترین مرکز هوایی اروپا تبدیل شد. به خاطر امتحان کردن محکم بودن خطهای پرواز یک تکنیک نو را استفاده کردند که از روی آن در یک وقت و زمان 1450 موتر باربری گذشت. در این میدان 225,000 نفر مستقیماً و 15 میلیون نفر غیر مستقیم کار می کنند. به خاطر پارک کردن هواپیماها فعلا 311 پارکینگ وجود دارد که در آینده به 500 خواهد رسید و به خاطر کارهای تخنیکی برای آنها آنگارهای هم جور شده که در پهلوی گدامهای تخنیکی سرویس خود میدان قرار دارد. در این میدان 18,000 پارکینگ موتر در ساختمانهای چند منزله و 1,400,000 متر مربع برای سرویس پست و کمپانیهای بارچلانی تخصص داده شده است که امکان کار در یک زمان برای 35 موتر باربری داده می شود که آنها 5.5 میلیون تن بار را در یک سال به 350 منطقه انتقال خواهد دادند. مساحت عمومی این میدان هوایی بزرگ به 76.5 میلیون متر مربع که عدد باور نکردنی است رسیده. این میدان در 35 کیلومتری شهر استانبول قرار دارد. مسافرین را به سرویس ها به آنجا از شهر می رسانند. ولی تا اخیر سال پلان شده که مترو هم به میدان وصل شود که در بعضی کشورها آن را به نام اندرگراند و در بعضی به نام سابوی یاد می کنند. دیزاین ساختمان این میدان فرهنگ غنی ترکیه را نشان می دهد. با نشست در این میدان ستون دسپچ میدان به چشم می خورد که به شکل گل لاله جور شده و مهمترین جایزه ساختمانی را در سال 2016 از آن خود کرده. داخل میدان به ستایل شرقی دیزاین شده که سقف میدان شباهت به سقف مسجد دارد. در داخل ترمینال 20,000 سیت برای مسافرین نصب شده تا سال 2020
2023 میدان هوایی استانبول نه تنها بزرگترین بلکه پیشرفته ترین میدان از نگاه تکنولوژی هم خواهد شد. در داخل میدان اضافه از 3000 پرده های تلویزیونی و مانیتورها نصب خواهد شد که زیادتر چیزها را به طور اتوماتیک سرویس خواهد کرد. کنترل اتوماتیک نوبت، کنترل اتوماتیک بکس ها، کنترل اتوماتیک تصمیم گرفتن در شرایط اضطراری و غیره. این میدان به جمله میدان‌های خاموش شامل شده که در آنجا پروازها از طریق لودسپیکرها اعلان نمی‌شوند، ولی با آن همه در صورت ضرورت از لودسپیکرها استفاده خواهد نمودند. برای مسافرین ترانزیت از کشورهای مترقی کنترل وجود ندارد. در آینده آنها پلان ساختمان دو ترمینال دیگر و 3 خط نشست و پرواز دیگر را دارند که در آن صورت این میدان تا 200 میلیون مسافر را در یک سال می‌تواند سرویس کند. دوستان عزیز، تشکر از توجهتان. من حمید پویان هستم. اگر از ویدیو خوشتان آمد، لطفاً فراموش نکنید که برای ما یک لایک بدهید. کدام مصرفتان نمی شود، ولی ما را خیلی خوش می‌سازد.
چینل افغان پویان را حتمی سبسکرایب نمایید و از دیدن ویدیوهای دیگر ما هم مستفید شوید. تشکر و خداوند نگهدار یک و یکتان باد.